چرا کافه‌ها ساعت 6 می‌بندن؟ چرا دولت انقدر مردم کمک مالی می‌کنه؟ چرا متروهاش راننده نداره؟ چرا قیمت بنزین هر جا یه چیزه؟ چرا آیفون‌هاشون تصویری نیست؟ سلام، من سیوشم و توی این یک سال نیمی که اومدم کانادا چیزای عجیب و جالب کم ندیدم. همه را هم همون لحظه یادداشت میکردم که امروز بتونم یه همچین ویدیو برای شما بسازم. جالبترین نکته راجع به کانادا رو هم آخر ویدیو بهتون میگم. بعضی از چهارراها تو خیابون هست که یه طرفش اصلا چراغ قرمز نداره. یعنی اگه شما این خیابون رو نگاه بکنی، این طرف دو تا چراغ قرمز هست، اما ماشینایی که از اون ور خیابون و این ور خیابون میخوان رد شن، اگه چهار را نگاه کنی اصلا چراغ قرمز وجود نداره. حالا ماشینایی که اینجا میان چه جوری میتونن حرکت کنن؟ توسط آبرای پیاده. یه سری علائم اینجا هست که اگه آبرای پیاده بیاد اینو بزنه، این چراغش قرمز میشه و چند ثانیه بعد این چراغای سبز میشن زرد و قرمز و حالا این ماشینایی که اینجا هستن میتونن از خیابون رد بشن. حالا فکر کن نصف شب، عابر پیاده هم نیست، ماشینا وایستادن اینجا، چراغ قرمز هم که ندارن، بعد خودشون پیادهش هم بیان اینو بزنن تا چراغ اون وقت قرمز شه که بتونن خودشون رد بشن. معمولا اکثر رستورانای اینجا منوهاشون عکس نداره، یعنی در واقع شما واقعا نمیدونید که دارین چی سفارش میدین و معمولا منوهاشون مواد تشکیل دهنده غذا رو نوشته که خب اگه انگلیسیمون خیلی قوی نباشه دقیقاً نمیفهمیم که واقعا داریم چی سفارش میدیم. البته رستوران با فست فودا فرق می‌کنه، فست فودا شما توی همبرگر، پیتزا، سیب‌زمینی سفارش بدین، اما توی اکثر رستوران شیک همچین غذاهای مرسومی سرو نمیشه. واسه همین باید منو رو قبل از اینکه اصلا بیاین رستوران توی گوگل یه سرچ بکنین، منوشو ببینین، عکساشو نگاه کنین و بعد بیاین رستوران و غذا رو سفارش بدین. یه نکته عجیبه دیگه اینه که ساختمون‌ها و خونه‌ها آیفون تصویری اصلا ندارن. هر کسی هم که بخواد بیاد وارد ساختمون یا خونه‌ای بشه، مثلا واحدی که میخواد بره رو شماره‌شو میزنه و ارتباط رو برقرار میکنه، اما داخل خونه آیفونی نیستش که بخواد دکمه رو بزنه و در باز بکنه. این کدی که وارد میکنین به گوشی موبایل صابخونه زنگ زده میشه و طرف با گوشیش میتونه در رو باز بکنه. اینجا سیستمی روی گوشی ها هست به نام Emergency Alert System که مثلا یهو وسط روز یا آخر شب تمام گوشی ها بدون استثنا یهو شروع میکنه به آژیر کشیدن. پیامی میاد رو صفحه که مثلا الان اطراف محل زندگیتون یه قاتلی یا آدم ربایی پیدا شده، مثلا مراقب باشین، یا مثلا کرونا اومده، سعی کنید از خونه بیرون نیاید. ما اوایل که اومده بودیم یه ساعت 2 نصف شب بودش که خواب بودیم، یهو آژیر از گوشیامون صدا در اومد. متنی اومد که آره یه آهن آدم رو با این اطراف هستش که مراقب باشین. خیلی ترسناک بود اولش. اینجا وقتی بخوای وسایل خونه بخری یا آنلاین یا حضوری، معمولا به صورت جعبه بهتون میدن، یعنی باید خودت اسمبلش بکنی. مثلا میز و صندلی و میز تلویزیون و قفسه کتاب به صورت همچین جعبه‌ای بهتون میدن. طرز ساختش توش هست، ابزاری هم که واسه اسمبلی کردن هست رو توش گذاشتن که ببرین خونه خود همه رو سرهم بکنین، درستش بکنین. یا اگه از فروشگاهی که یه مقدار شیک‌ترن بخوایم خرید بکنیم مثل اینجا، سفارش باید بدی و همون لحظه که آماده نمیشه، یک ماه بعد، دو ماه بعد آماده میکنن و برات میفرستن، باید یکم صبر بکنی. سیستم پس گرفتن وسایلی هم که اینجا میخرین خیلی عجیبه، یعنی در حدیه که میگن که توی خریدن اجناس اصلا دقت نکنین، چون خیلی راحت پس میگیرن. مثلا شما جنسی از آمازون سفارش بدی، میتونی خیلی راحت اگه خوشت نیومد به صورت آنلاین درخواست ریفاند بدی و به اولین اداره پست بری و رایگان بهشون بدی و همونا فرستن واسه خود آمازون و پولو بهتون پس میدن. یا اینکه اگه مثلا آیکیا برین خرید بکنین و اجناس خونه بخرین، تا 365 روز دقیقاً یک سال شما میتونید از اون وسیله استفاده کنی و اگه خوشت نیومد بری بهشون پس بدی. تا دلیلی هم که میتونید بیاین اینه که بگی من دیگه خوشم نمیاد از این وسیله، یا یه چیز بهتر پیدا کردم، به همین راحتی اون محصول ازتون پس میگیرن. از بعد از کرونا یه جوری شده که اگه بخواید بیاین توی کمپانیا و ماشین نو بخرین، معمولا ماشین آماده ندارن و باید ثبت نام کنین، برید تو صف 4 ماه تا 6 ماه بعد تو صف وایسی. اگه بخواید ماشین هایبریدی هم بگیرید که اصلا میگن باید یک سال تو صف وایسی که ماشین نو تحویل بگیرید. بیمه ماشین یه همچین برگه ایه و نکته جالب اینجاست که ماشین رو بر اساس رانندش بیمه میکنن. یعنی شما نمیتونید بیاید ماشین رو بیمه کنید، باید راننده ای که قراره اون ماشین رو برونه رو بیمه کنید.
و توی اون برگه می نویسه که چه کسانی که دارن این ماشین رانندگی می کنن و باش می رونن بیمه هستن. یعنی هر کس دلش بخواد نمیتونه پشت ماشین بشینه و رانندگی کنه، چون فکر میکنه که ماشینش بیمه است، راننده اون ماشین بیمه است. توی خیابون پر از ماشینای این شکلی که روش نوشته ایوو کارشر. یعنی شما اگه حتی ماشین هم نداشته باشی، کافیه یه اپلیکیشن ایوو رو نصب کنی و این ماشینا که تو خیابون پارک شدن رو با یه اپلیکیشن با یه دکمه بازش بکنی، سوارش بشی، هر جا خواستی بری و کار تموم شد ماشین همونجا ول کنی و با اپلیکیشن قفلش کنی و بری سراغ کارات. اینجا همیشه حق با عابر پیاده است. یعنی توی همچین چهارراهی که چراغ قرمز نداره، ماشینا وقتی که به چهارراه میرسن همه کامل توقف میکنن که ببینن که اون عابر پیاده‌ای که اینجا گوشه وایساده اصلا میخواد از خیابون رد بشه یا نه، و بعد حرکت میکنن. مثلا اگه من بخوام از چهارراه رد بشم، یه ماشینم بیاد اینجا وایسه، صبر میکنه که من رد شم، و بعد حرکت میکنه. یعنی اینجا جوریه که شما به عنوان عابر پیاده حتی چشم بستن بخواهی از تو خیابون رد بشی، هیچ اتفاقی برات نمیفته. اینجا حیوانا با آدم ها خیلی دوستن و با خوبی و خوشی کنار انسان ها زندگی میکنن. گربه ها، لک لک ها، خرگوش ها، سنجاب ها اصلا از آدم ها ترس ندارن و ازشون فرار نمی کنن. بنزین تو هر پمپ بنزین یه قیمت داره. مثلا اینجا هر یه لیتر داره میده $1.61 و همون لحظه برین اون برای خیابون قیمتشو ممکنه گذاشته باشه $1.64، $0.65. مواد غذایی هم اینجا تو هر فروشگاه ممکنه یه قیمت باشه. مثلا این چیپس هایی که مثلا اینجا گذاشته توی والمارت دوتاش گذاشته $4، ممکن یه فروشگاه دیگه برین یه دنشو بذاره مثلا $5. معروف ترین جمله‌ای که من توی کانادا میبینم VR hiring. یعنی هر جایی که من میرم نمیشه VR hiring، VR now hiring، join our team، join our team today. یعنی فرصت شغل اینجا خیلی زیاده، هر جا بری نیرو میخوان. اینجا انعام دادن و تیپ دادن یه جور عرفه. یعنی رستوران بری، کافه بری، بار بری، هر جا که بری معمولا روی غذا یه تیپی میدن. معمولا بین 10-20% انعام میدن. مثلا الان که من میخوام حساب بکنم مشخص کنم که مثلا 10%، 15%، 20% بخوام مثلا تیپ بدم. الان مثلا من مشخص کنم چند درصده و بعد اینجا پرداخت میکنم. البته اینم بگم اگه مثلا شما جای تیپ ندی، یه جور حالتی که آدم معذب میشه و مثلا طرف ناراحت میشه که ما تیپ ندیم. Thank you very much. اجاره خونه در سایه یک مقدار مشخصی افزایش پیدا میکنه. مثلا برای خونه های رنتال 2%، بیشتر از اون نیست. و معمولا هم 5-6 ماه قبل از اینکه بخوان اجاره بیشتر بکنن، یه همچین نامه‌ای برام میفرستن، توش مقدار مشخص میکنن که از الان در جریان افزایش قیمت باشیم. آدرس خونه ها اینجا خیلی مختصره. فقط دو بخش داره. مثلا نوشته 828 هاربر سایت که فقط پلاک و اسم خیابون یا کوچه. همین رو فقط شما کافیه که توی گوگل مپ بزنی و شما میره دقیقا به اون جایی که میخواد. تقریبا اکثر ساختمان‌هایی که وارد کاندو هستن بیشترشون شیشن و اکثرشون هم پرده ندارن. یعنی قشنگ شما از بیرون نگاه بکنید میتونید داخل خونه رو تماشا کنی و ببینیشون. توی تامین هزینه‌های زندگی دیدم که دولت مردم خیلی کمک کرده. یعنی مثلا اگه درآمد خانواده از یه مقداری در سال کمتر باشه، توی مدت دیدم که دولت بابت اجاره خونه تقریبا $500 کمک کرد، بابت هزینه برق $100 کمک کرده بود، $200 بابت اینکه موقتا بنزین گرون شده بود به کسایی که ماشین داشتن کمک کرد، هزینه پارکینگ رو کمتر پرداخت می‌کنه و خیلی چیزای دیگه. اینجا مردم عادت دارن که وقتی وارد ساختمون میشن یا میخوان خارج بشن، در رو که باز میکنن یه چند ثانیه صبر میکنن که بعد یا هم اگه بخوان یه پشتریاشون هم بیان داخل. تاکسیای مثل اینی که الان اینجا میبینی خیلی انگشت شمارن. یعنی شما توی خیابون وایسی نمیتونی همجا وایسی دستکون بدیم مثلا تاکسی برات وایسه. اتوبوس های اینجا هم جوریه که توی ایستگاه های اتوبوس اگه شما تا وقتی که داخل اتوبوس درخواست ندین یا مثلا مردم اینجا توی ایستگاه وای نستن، اتوبوس ها وای نمیستن. و نکته دوم اینه که درایی که اینجا هست، درای عقب اتوبوس خودش باز نمیشه. اگه شما بخوای بازش بکنی باید اینجوری با دستت فشار بدی تا در باز بشه، همینجوری خودش باز نمیشه. جالب اینه که متروهاشون اصلا راننده نداره. جا پارک پیدا کردن اینجا کلا یه دغدغه فکریه. هر جایی نمیشه پارک کرد، هر جا هم قانون مخصوص خودشو داره. مثلا الان توی منطقه مسکونی هستیم و اینجا معمولا کنار خیابونا جای پارک مخصوص کسایی که ساکن این محوطه هستن و یه پول پارکینگ پرداخت کردن. هر کسی نمیتونه
توی همچین مکانه این پارک بکنه. مثلا این تابلوه میگه که کسی نمیتونه پارک بکنه except with permit، یعنی کسایی که فقط ساکن منطقه هستن و پول پارکینگ رو پرداخت کردن میتونن اینجا پارک بکنن. مثلا توی این قسمت از خیابون برای اینکه پارک بکنی اینجا زده که از دوشنبه تا شنبه شما از ساعت 9 صبح تا 8 بعد از ظهر فقط میتونید 2 ساعت ماشین تو اینجا بذاری و پارک بکنی. 2 ساعت بیشتر شه جریمه میشی. این طرف کوچه هم فقط موتورسیکلت میتونه پارک بکنه و ماشین نمیتونه پارک بکنه. یا این پارکومترا هستش که برای اینکه ماشین رو پارک بکنی باید با یه اپلیکیشن پی بای فون کدو بزنی و بگی که مثلا من چند دقیقه میخوام اینجا بمونم. مثلا 3 دقیقه رو میزنی، پی میکنی با گوشی تو، بعد اینجا فعال میشه. اینا هم یه لیمیت داره، مثلا شما از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر فقط 2 ساعت میتونی پارک بکنی. من یه بار دقیقاً همینجا جریمه شدم. اینجا میگه که از این نقطه که من هستم به این ور ماشین میتونه پارک بکنه، ولی از این نقطه من به این ور ماشین نمیتونه پارک بکنه. من در حد 2 دقیقه 3 دقیقه اینجا ماشین رو پارک کردم، رفتم این سوپرمارکت ایرانی خرید کردم، اومدم درجا جریمه شدم. یعنی میتونم بهتون بگم که ببینین مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه ماشین رو بیش از حد پارک بکنین، پولش رو پرداخت نکنین یا جایی که ممنوع باشه پارک بکنین، امکان نداره که جریمه نشین. بعضی از کافه ها توی کانادا هست که خیلی زود میبندن، ساعت 5-6-7 بعد از ظهر میبندن. مثلا کافه ویلاجیو توی ونکوور با من بیاین، ساعت‌های کاریش چند روز هفته تا ساعت 5 بعد از ظهر تا چند روز ساعت 6 بعد از ظهر، یعنی آخر هفته فقط تا ساعت 6 بازه. من نمیدونم کافی شاپ چرا بعد ساعت 5 و 6 ببنده. یا مثلا یه کافه هست توی مرکز شهر به نام ویس کافه که ساعت 7 شب میبنده، من نمیدونم چرا. من آخه مثلا ساعت کاریش تا ساعت 7 شب فقط. بعد دقیقاً اون برای خیابونش یه کافه هست به اسم برکا تو مرکز شهر که 24 ساعت هست و تا صبح بازه. از سیستم درمانیشون هم که نگم براتون، بخوام بیان یه مدیکال کلینیک یا یه دکتر یا حتی بین بیمارستان که دکتر معاینتون بکنه باید 7-8 ساعت منتظر بمونین تا معاینه بشین. آقای هماپور هم در مورد تجربه شخصیشون در مورد همین موضوع یه ویدیو آماده کردن که میتونین اینجا ببینین. و اما جالب‌ترین نکته‌ای که از زندگی توی کانادا تا اینجا دیدم اینه که آدما با جغرافیای مختلف، با نژاد و فرهنگ مختلف و زبان‌های مختلف این محیط رو انتخاب کردن و دارن کنار همدیگه زندگی میکنن و این ارتباط برقرار کردنشون و روابط اجتماعیشون برای من جذاب‌ترین موضوعی بودش که توی کانادا تا اینجا تجربهش کردم. اگه شما هم نکته جالب یا جذابی از زندگی کانادا دارین برای من بنویسید.